باشین بیاین دیگه، همه مهمونا رسیدن نمیان. آقا شب جمعه است، من یه فاتحه واس خال خانجون بخونم میام. آقا جون سالگرد مامان مولو که خب زشته، باشین بیاین دیگه. بیاین جا. اینجا نامگاه خانوادگی حشمت علی خان منفرد نواده عباس خلی خان امین الممالکه. اینم خونه باغ موروثیش تو گلاب دره تهران که همیشه دو فصل سالو کنار هم داره. خونه باغی پر از درخت‌های بلند و قدیمی که لابلای این همه آپارتمان و برج بلند هنوز سر جاشه و تا سایه حشمت علی خانم بالا سرشه از گزند هرچی چشم نامحرم در امانه. اینجا هم امارت باغه که چهار نسل این خانواده رو تو گرما و سرما دور هم جمع کرده، ولی انگار امسال سال آخریه که اهل فامیل اینجا دور هم جمع میشن. اونا تا یک ماه دیگه قرار همگی با هم برن کولومبوس. بیست سال پیش ناصر پسر کوچیک حشمت علی خان که آمریکا زندگی میکنه به توصیه مامان ملوک برای کل خانواده درخواست گرین کارت میکنه و حالا بعد این همه سال گرین کارت همه خانواده درست شده. من تا این وسط خود حشمت علی خان مخالف اصلی مهاجرته. دیوونم مگه؟ اونا جوونن بز برن، من باز چی باشم برن؟ آی بومو زبون بسته چی کار داری آخه؟ کجاش زبون بسته؟ آقا جون مغز ما رو خورد، خنم رو بخوندنه. منم سیروس مرسینا، مکانیک تخصصی ماشین های دو جا امریکایی، تنها داماد حشمت علی خان که 20 سال در حال اثبات خودم به این خانواده است. بده من خش خدا بیا مرزتت ما برو. وقتی که رفت حال هوا اینجا یه جور دیگه شد. من اصلا باورم نمیشه. اینم عیال بنده خاله خانم، دختر بزرگ حشمت علی خان و تنها نوه دختری عباس قلی خان بزرگ که تو عمرش دست به سیاه و سفید نزده. تفری چقدر دلش میخواست بره آمریکا، هر بار منو میدید میگفت شهناز عمه، سال دیگه میرم پیش ناصر. شهناز خانم معروف به سارا دختر دایی عیال بنده است و از اون خانمایی که بی خودی پشت سرشون حرف و حدیثه، اما خداییش مردم دار و جذابه. وا خاک به سرم، حالشون چه حرفی حالا میزنی؟ دوست داشتی ای به پیشی کجی مامان؟ اینم اعظم خانم، زن آقا منوچهر، برادر عیال بنده است. مهمترین کار زندگیش کنترل نامحسوس منوچهره. اعظم خانم که 10 سالی هم از منوچهر بزرگتره، محصول خامی دوران سربازی ایشونه. خیلی شروع شده در آورده، به خدا تو جمع میزنم یا تو برش. اینم آقا منوچهر در حال ارائه مشاوره و راهکار به دخترای ترشیده فامیل، وکیل تجربی و مشاور بین المللی مهاجرت که اصولا تمام اتفاقات فامیل یه سرش به ایشون بسته. مزاجت کار کرد؟ نبا ولن کن، چی کار کرد؟ خدا زلیل کنه ناصر با این موسیل فرستدن. اینم ننه سغرا، زن صیغه‌ای حشمت علی خان که چند ماه بعد از مرگ مامان ملوک آقا منوچهر واسه پدرش ردیف کرده و از بد فامیل از اون بد وسواسیه ی عذاب در اومده که بیا و ببین. آی آی بابا این درخز آدم چی کار میکنی زن؟ آخه نجسته مهمون خواهی جریم این چانته. ناصر این اینترنت هم که میره و میاد. الو نا Hello, Angelica. How are you? Good. I'm good. How are you? We are in my father's house. You can see. It's here. Yes. And your place is very, very, very empty. اینم ناصر، برادر کوچیک آقا منوچهر و خاله خانومه که همراه عیال مکزیکیش آنخلیکا تو کولومبوس اوهایو زندگی میکنن. ناصر اونجا فارمره و 50 تا گاوچرون براش کار میکنن. ازم کباب داره تموم میشه. نه من میخوام بدونم چرا نمیتونی؟
چرا نمیتونی؟ مریم خانم دختر منه و اینم علیرضا داماد آینده بنده است که چند ماه پیش توسط دایی منوچهر که کلن دست به خیر داره به خانواده معرفی شده. خب به من چه؟ به من چی میرسه؟ به من چه؟ الهی من قربون تو برم. همه دارت بگرده. من که نیازه رو قصد بگیرم آقا. ندیدم. بابا من چه میدونم؟ منوچه! من چه تو چه منه؟ بابا منوچه! منوچه! ای بابا! زهرما جانم عزیزم. جانم. کجایی قرار داد داد میزنی؟ گلو پاره شده قدازه منوچه. کمواره که ردیف کردم. بیا. تو نمیشنبی سبای منوچه. نه بده کارو باچه بدم باش. کمک نکنم، هی بخوام دنبالت بگردم. نه نه، الان جاش نیست. ببین ناصر جان، تو دیگه به آقا جون خیلی اصرار نکن. خب هماهنگه، من آدمشو پیدا کردم، اصلا دیگه تو حرفی نزن. خواهشم بفرمایید شام آماده شد دیگه. بفرمایید، سر میشه ده هم میفته ها. بفرمایید. باز نده، باز نده. برو تا یه سال خیالت راحت. حل دمت گرم حسین، یه دونه به خدا بری فقط با چه کن. برو پیش جورجیک، کارش حرف نداره، سفارش نمیکنم. جورجیک بابا یه دفعه اشتباه کردیم، رفتیم پیشش در یه شب کل شاتون سرسیلن رو بیاریم. خودت رو عشقه رو ببینه این مسکه اینجا خونه منو نصف وسایل هم اینجاست ها. من عجب گوهی خوردم اینجا را تو اجاره کردم. ای با میخوام برم دستشویی نرم. مشتر اینجاست. با مسکه اینا رو تو قرارداد نوشتیم ننوشتیم؟ بابا من حرفم اینه، اول زنگ پایین رو بزن. دوی آندرستر بله خب. بیا من کار دارم ها. چیه؟ دستشویی نمیری؟ آقا جونه منه چی آمد اینجا؟ هیچی بابا، اومدم کارهای بیمه بدبخت. با اینا رو تو خونه انجام بدیم. تو بس هیچی خبر نداری؟ آقا بیا برو دستشویی بگو. سلام عرض شد آقا جون. بخندی دیگه، حس سوال ما رو درک کنی. بخندی آها، یه یه عبیبی عشق از چشات بزنه بیرون، انگار 10 سال می‌خواستی منو بگیری. دست گل بده، بده بده. بیا بازم هست. میگم این ناصر یه حرفی واسه فروشونه نزد. نه نه آقا جون، بی خود کرده. قرار شد دیگه دست به خونه نزنی. تو این ناصر یه روده راست توش کمتون نیست. آقا جون منو با اون یکی نکنین. غلط کرده کسی خونه رو بفروشه. اینجا رو بزن آقا. این خونه چهار نسل همین شکلیه. باید همینجوری بمونه. بابام به من وصیت کرد، منم به شما وصیت میکنم. شما هم باید به بچه‌هاتون وصیت کنین. وقتی هم مردم من همونجا برسر نه قبر ننم. کنار داداش حسن چال میکنی. سایه‌تون مستدام آقا جون، این حرفا چیه؟ بابا تازه داریم میریم امریکا. ولم کن امریکا، امریکا بریم امریکا چه غلطی بکنیم؟ باز شروع شد. بابا 6 ماه داریم راجع به این بحث میکنیم. بچه‌ای شد این مهمونه نرفت. مردم خماری. چش. اجازه بده ببینم چه خبره. هماهنگ. بیا آقا جون، بفرما. ما بساطه حشمت علی خان رو راه بندازیم. بشین آقا جون. من اگه میخواستم اینجوری بشینم تا حالا 7 کفم پوسونده بوده. پسر ردش کردم رفت. قسط اولم ازش گرفتم. ببین اینه به که شوهر دادی. اسماعیل میدونه؟ آقا جون واقعی نیست که، واسه عکاسیه. تو این دایی اسمالی تو نمیشنسی ها، از اون بد قیعت هست. یه دفعه تو این کوچه آشتی کنون داشتم میرفتم، خدا بیامرزه ملوک رو دیدم. آخه اجیر داشتیم با هم میرفتیم و اینا. حالا بماند بماند آقا، این اسماعیل این عجل معلقی خود شرستون 4 ما دنبال من بود. آخرم آبگیش رو بست به نیش ما با قائل خط شد. ای آقا، حالا که ماما مولیک به رحمت خدا رفته این حرفا رو میزنی نه؟ به خودشم میگفتم. و چی؟ ما مال هم نبودیم. 40 سال با هم زندگی کردیم، آقا 2 کلمه حرف حساب با هم نزدیم. این مثل سغرا نبود که حرف آدم خالیش بشه که. سرد شد. اینگه هم اینه ببین، میگه اونجا پیدا میشه.
ورا گرفته آقا جون فقط میگم اندازه این مسیرت ببره کجا ببره تو را گیر میکنه مثل که باید قبلش بدن سفارت آمریکا تو دبی یه مسکن از یکی بگیرم پوستشو میکنن تو دبی سیروشان راه داره جاساز میکنم تو ماژیک رنگی میگه میبرم واسه نواهام بی درد سر منو چه جو قربونت برم بنده خدا رو ننده سو درد سر سگارو چیکار میکنی اونا که همه چی بو میکنن داری من میترسونی من پدرشون هم در میارم آفرین آقا جون اینجوری نیست که سیروس جان تو فکر می‌کنی به تعداد آدما سگ دارن نه نگاه میکنن به طرف اگه به قیافش بخوره هول کنه این ور اونور نگاه کنه بترسه پدرش اون موقع در میارن آقا شما الان با این سر و تیپ رو ویلچر هم بشینه کی میخواد آقا جون رو بگرده من پدرم اون شورت رو در میارم چه بخواد منو بگرده آفرین همینه آقا جون بذار اصلا امتحان کنی مثلا من مأمور شورتم پشت گیتم سلام علیکم تعال خود تعال 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 ببین سیروس خان تا چی کار میکنی؟ تجسس تجسس لا تجسس انا حشمت علی خان آه زدی؟ آره شورته رو؟ آره که بفهمی من دوتا شورته پیزاری نمیترسم همینه آفرین جنسش هم خوب بوده بیا آقا جون اعلام کرد این یارو مثل که رأی آورد در این لحظه است که آقای دونالد ترامپ رو در تصاویر می‌بینید او هم به همراه با ملانی خاک بر سرم واقعا رأی آوردی گفت چه نشد می‌آید دونالد جی ترامپ یس بدبخت شدیم تفلی هیلاری خیلی خوب بود هیچ داستان شد مگه زنم میتونه رئیس جمهور بشه چی میگی آقا جون مرد که دیوونه است میذاره دنیا رو میتره کنه این حرفا چه نورمن جان ناصر با بچه گاورمنت اونجا صحبت کرده میگن برنامه این خیلی بهتره اگه این رئیس جمهور بشه من فکر کنم این تحریم تریاک هم برگیره آقا جونو بله سلام خوبی شما خب جاستین کیس شما باید هر 6 ماه قطعا وارد امریکا بشید بله بله این شیشم بی صاحب کار میکنه این دستشویی کجاست؟ ما عمو جو خونه قبلی سیروسین هست دیگه تایی را سیروس ببین میگم نمیشه تو مخ منو چرا بزنی زودتر کار منم ردیف کنه بابا این بیاد دیگه نمیشه ها بذار اول بره بچه‌شو جا به جا کنه بعد منم اینجا بمونم قوقو نه قربونت برم از این خبرا نیست چطور صبری دولا دولا نمیشه 11 سال جوونیمو گذاشتم صبر منم یه حدی داره دیگه تا کی ما یواشکی میتونیم با هم باشیم چیکار کنه نمیدونه به ازم بگه که چندان والا خودش میدونه میگه من پام برسه اونجا طلاقش میدم بعدش هم ببین 100 تا موکل و فقط به اسم من سرشون کلا گذاشته بعد اون بره بیان سراغ من خب بالاخره گندش در میاد دیگه همچه چیزی نیست یه چیزی بهت بگم تو تمام کاری که میکنه من و تو شریک جرمه بابا من چه گویی خوردم اینجا رو به این اجاره دادم خاک بر سر من خاک از بچگی عاشق هرچی میوه که من آدم پدر سوخته بودم حالا ببین من بهت گفتم حواست باشه دور نخوری بابا آقا جون یهو میاد چیکار میکنی صد دفعه گفتم با این لباسا نکش دیگه بابا یهو گرفتم خدا تو هم پولش بده بگیر اینا رو بذار کشو ای بابا سیروس برو دعا به جون ناصر کن الان یکی از موکلای قدیمی زنگ زده بود رفته خونه اجاره کرده تو ال ای نه دانتانا حاشیه شهر 3700 دلار هیچی بیچاره شدیم چند روز میتونی خونه ناصر بمونی 10 سال بمون میگم مزرعش گنده است سوای اون کلی رفیق داره تو گاورمنت آمریکا همین آل پاچینو رفیق فابریکشه میاد کلمبوس بوس بوس یه راست خونه ناصر خداییش ناصر با معرفت این آقا جون بی خودی باش رفت تو جنگ و دعوا بدبخ حرف بدی نمیزد میگفت آقا جون خونه خرابه رو بفروشه بچه‌هاش تو آسایش باشن بابا خودش که نیازی نداره چون یا میدونی در کل یه جورایی منو ناصر جو صداقت و رفاقتمون رو خوردیم تو این سالها والله تلفونت تلفون توه عزم حواس بود جمع کنم بود سلام عزم چطوری؟ قربون دختر بلن بلن دلو با خوبی؟ تو چرا جواب تلگرام من نمیدی کجایی عزم؟
هیچی پاتایم دارم موج سواری میکنم. خب دفترم دیگه نمیبینی؟ یه رو به 6 هر کلاس شروع میشه. هنوز نیافتادی؟ بابا سرم شلوغه. یه موکل دارم بیاد بره اومدم. منو چرا من این گروه منفرد فامیلی رو لفت دادم؟ ناراحت نشی یا ببین الان دارم بهت میگم ها. چی شده باز؟ چی شده باز؟ کی باز این زنی که رو آورده این شهناز تو گروه باز؟ خب بابا گروه خانوادگیه دیگه، به من چه؟ تا یه زری میزنی ای ستا گل و بوته و بیلاخ و اینا واسه میپرسه انگار ما غریب نمیفهمیم. مام لایکه. زن که بد ریخته بر قیافه اون چشای بابا خوریش. والا. خب الان چرا داری به مردم توهین میکنی؟ عجب گیری کردیم. خیلی خوب بابا، حق با توه، تو راست میگی. اصلا هر چقدر دلت میخواد فوش بده. کجا میری؟ نه یا یواش ببخشید دیوانه است، معذرت میخوام. ببین زنگ زدن، فکر کنم موکلمه، من باید برم دیگه. بچه دیر نکنی ها، این میز جمالیو که میشناسی که. زود بیا. و چیزایی هم که میخوام لیست خریدارم برات اسمس میکنم، همه رو بخر بیار. اسمس کن بابا قوری خودشو هفت جد و آبادش زنی که بد ریخته بی سواد چاق کج با اون صداش چجوری صداشو تحمل میکنی؟ وای بالا چیزی دیگه اش برسه. واقعا برات متاسفم، منو چقدر بدبخت. واقعا بدبختم. ببین چیه دیگه؟ چی شو؟ بله. بله. کجا؟ آقا جواهر کلام. اوکی اوکی. بفرمایید. خب آقا جان، خب جمالی ساعت 6 میاد، من دارم میرم خونه، میای با من؟ خود میکنم اینجا همه عجبه دارم دارم اینجا همه میسه آره آقا نانجم کن برو یه بری نبینده دیگه. خب بابا احوال شما آقا؟ سلام علیکم. خوش اومدید. خوش خوبه. آقا زاده تشریف نیاوردن. نه خدمتتون. بریم اتاق. بفرما یالا بفرما جان، بفرمایید الان میام. کیه؟ چه کاری گرین کارتی داره؟ خب خوبی شما؟ بفرمایید در خدمت باشم. آقا جون، پیچیش کن. After me. Number one, social security. Social security. Number two, health insurance. Health insurance. Mr. James, come here. You're being you. Why are you late? Excuse me, ترافیک بود، گیر کردیم. بیری سیت داون. چشم. خیلی زود اومدن، چند وقت دیگه هم میخوام برن. وقتی رفتون اونجا مثل خر تو گل موندین بهتون میگم. چشم چرونی هم میکنی؟ Repeat after me. Number one, social security. Number two, health insurance. Gazing at me is finished, Mr. James. Bri sit down. I'll take it to you. بیچه اجازه به آقا جون من داری توی حرف میزنه؟ آقا خودمون قرار گذاشتیم که جدی باشیم. خب بی خود سیروز قرار شد از این به بعد همدیگر رو به اسم انگلیسی صدا کنیم. از اینجا Introduce yourself. What's your name? My name is Penelope. What's your name? Lisa. What's your name? My name is Mariana. What's your name? I is Heshmat Ali Khan, farzand Abbas Quli Khan. Penelope. Yes, Miss Jamali. از این به بعد هر کس اسم خودش رو یا کس دیگه ای رو به فارسی صدا زد، اسمش رو می‌نویسی و واسش $1 جریمه می‌نویسی، اوکی؟ اوکی میس جمالی. چوب معلم گله. هر کی نخوری خوله. Come on. Number one, social security. کد اجتماعی. دادم یاد خروز. Ladies and gentlemen,
If you are certain then you want to go to the US and live there, you have to pay much attention in this class and be able to speak English fluently, okay? عشقم 10 روز دیگه میشه 2 ماه که با همیم. مامان بابای منم دایی منوچهر به هم معرفی کرده، میدونستی؟ آره، ولی انگار 1000 سال هم دیگر میشنسیم دیگه ما. تو مطمئنی 6 ماه بعد من میای آمریکا دیگه ها؟ آره بابا قربونت برم، اصلا دایی منوچهر میگفت این کیسای نامزدی و اینا کیسای ازدواج بهتره، باور کن. ببینین دوتا چه فرقی با هم دیگه داره؟ واخری جفتش تراوله دیگه. معلومه کدوم واقعیه؟ مگه دوتاش واقعی نی؟ نه ببین با این میشه حسابی پولدار شد. راست میگی؟ اینو تو از کجا آوردی؟ چی بیاد خوشحالت میکنه دایی جان؟ نامه سفارت امریکا اومد. بخون 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 ببینم چی نوشته. کی باید بریم؟ بیکوایت بچ، کی باید بریم؟ اینو بگو. یه لحظه جبلار نوازه، یه لحظه ناصر بگی. واضحه که من میفرستم الان. خواهی نورشو زیاد کنه نمیل. بابا یه لحظه ناصر جون سلام. بگو تلگرام کردم. ناصر جون ببخشید من میدونم بی موقع زنگ زدم، ولی نامه سفارت اومده. بعد منوچهر گفت که بفرستم برای شما، یه چک کنیم ببینیم که چی نوشته. به مبارکه، بذار نگاه کنم. به مبارکه، حشمت علی منفرد وایسا، حاله منفرد، به به نیما مرسینا ویزا هاشون اومده. خیلی مبارکه. مال ما چی شد پس؟ مال شما هم جور شده. دیروز با بچهای گاورمنت حرف می‌زدم، گفت همین روزا مال شما میاد. میگم ناصر جون خوبه تو همین هفته ما بلیط بگیریم بیایم دیگه. میگم این چیز میزه که خریدی ما خراب میشه. من دارم سرم شلوغه، حالا بعداً باهاتون حرف میزنم. فستیواله. بمیرم ببخشید، قربونت برم، خداحافظ. هیچ دوستان شد آقا جون، شب بخیر. من زنگ بزنم به فاطینا خودت چه مثلا نفهمیدم. حرف بزن. من آمریکا بیا نیستم. کره‌ای برای ناپدری آنخلیکا، گزم برای این هم زبرخوزه. من امواتشون هم بینه خورما ببر. تمردی نگرفتی ها؟ ببین 10 دفعه من گفتم می تمردی ها پرسر یادت میرم. بسه سری جاش پولکی پولکی. آقا جون بشین دیگه، بابا اصابم خوب کردی. این ساعته رو میخوای ببری؟ این ساعت خالخان جونه، 60 ساله داره کار میکنه. آره میدونم، ولی اینو فکر میکنم بمب ساعتی چیزیه. تو غلط میکنن با تو بدش به من. به همه کار من کار دارن اینا. من حل نمیتونم ببرم، ساعت نمیتونم ببرم، چی کار کنم؟ من کجاست اونجا؟ خیلی خوب خیلی خوب، ببخشید. بپیچش را یه لباس چیزی حالا. صبح بر صبح تحتی شنگ خماره. چی؟ تو اصلا اجازه نداری با آقا جون اینجوری حرف بزنی، اجازه نداری. چی گفتم آقا؟ داستان درست نکن. الهی امیدوارم دامادت با تمی رفتارو بکنی چه بفهمی. خدا پدرش رو بیامرزه، ما عمرمون به این حرف قد نمیده، خیالت راحت. ببین اینقدر حسودی از وقتی که ویزای من اومد از این دهن تو وا نکرد. یه تبریک به من بگه عین بدبختا. تو فکرت من برام فرق میکنه کجای دنیا باشم؟ دارم میرم تخم و ترکه تو رو اونور دنیا بزرگ کنم، بلکه آدم شم عین تو نشم. من خیلی از شما تشکر میکنم که تشریف میبرید. ما اینجا میمونیم علف زیر پامون سبز شه. ببخشید بدهکار شدم. ببخشید داداش ناصر من وظیفه داره حضرت عالی برده برای آمریکا. والا بیم به اونه اصلا بستت به ریش ما. چی؟ منو بستن به ریش تو؟ بله خیر اینه. منو بستن به ریش تو؟ اصلا گور داشتی که کفن داشته باشی. آقا جون میدید چی میگه به من؟ از داهات پا شد اومده جایی، یه پاش کف شد یه پاش گیوه. اصلا کی آدم حساب میکرم تو رو؟ من زنت شدم که آدم شدی بیلی تلفن. آقا جون میدید چی میگه به من؟ باسی شده حاله؟ چی میگه این خونه شاگرد؟ بچه جون رو بچه نگیر. به خونه شاگرد دیولم کن. ببین بابا جون، تو اگه روی باباتو داشته باشی دنیا رو گرفتی. از خونه شاگردی اومد با یه خانواده اصل و نسب دار وصلر کرد، حالا داره میره آمریکا.
از دورخوزابا تا آمریکا خیلی راهه. بهش بگو بابا پاش برو بیرون بزرگ در حرف بزنه. برو بازی جور بابا مردم گفته فارسی حرف بزنی جریمت میکنه. بی خود میکنه پدرسگ. پدرسگ که فوشه بابا. من که بابای تو نیستم که. بچه من گرگم. منم بچه گرگم. اوو قربونه تو برم من. ای جون من بچه گرگ. من خود چطوری بذارم تو بری آخه؟ دیرم ازش تنگ میشه. کاش نمیرفتی. چی کاش نمیرفتی؟ کاش نمیرفتی؟ برستم اونجا یه سال نمیکشه میرم پیش خودم. یه سال یه عمره. ممکنه عمرمون کفاف نده. نفوذ بعد از آن؟ سقرا میریم اونجا با هم راندوو میذاریم. میریم با هم جوانی میکنیم. کاش که زودتر واداشته شده بودم. میگم چه زود گذشت. نصفش هم که جن زدیم بهش رفت. آخه چرا ریخت قیافه انداختیمو؟ آخه ندیده بود این جوانیمو که. سغرا کفش شبرو میپوشیدم. این خط شلوارم خربوزه قاش میکرد. دخترهای محل همه خاطرخوان بودن. ببین تو نگاه بی ملوک نندازا. اینو به این انداختم. الانم خوشگلی به خدا. من که خیلی ازت خوشم میاد. آفره بابا، من مراسم ترحیم نمیرم. لبخه آفره بابا خانم خیلی شاد باید باشی. آها گلو با هم بگیری. گلو با هم نگاه ابارکلا. حالا النکاح و سنتی حاج آقا شما داری امضا میکنی. حاج آقا امر خیره، یه ذره لبخند. آمار کلا آقا بمون فرد به نظرتون که یاده میشه این گیرین کارت ما چه اتون میکشه؟ ببینیم ما داریم از طریق ازدواج با خانم سارا که سیتیزن امریکا رو دارن برای شما اپلای میکنیم. کار شما نشد نداره. اون تا چون باید با دقت انجام بدیم ممکنه پروسش یه ذره زمان بر باشه. یه ذره باید تخفیف بدیم دیگه. قیمتتون خیلی بالاست. بالاست؟ عزیزم من از سر شکم شما قیمت ندادم. تعرفه های ما تمام محاسبه شده است. در ثانی کار ما فقط معطوف به ایران نیست که. سارا جون بانو عزیزم اون تیزر اینترنشنال ما رو بذار آقا ببینن. آیا شما غمگینید؟ از زندگی ناامید گشتید؟ به آمریکا مهاجرت کنید با مایکل منفرد، وکیل پایه یک مهاجرتی. مایکل منفرد در خدمت شماست. با ما باشید. 100% تضمین در کوتاه‌ترین زمان با ما به یک دنیا سفر کنید. وکیل مهاجرتی مایکل منفرد. واو عالیه. عزیزم یه راه ارزون دیگه هم هست. شما چرا از طریق دیگر باشی اقدام نمی کنی؟ اینجوری نصف قیمت کیسه ازدواجم در میاد. یعنی چجوری؟ ببین شما میری سفارت می... مشکلی که پیش نمیاد. نمایشی دیگه. نه 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 خیلی هم نمایشی نیست. جاست این کیس. ما راه های دیگه ای داریم که بازم ارزون تره. میتونم با $2000 ببرم بتون جنوب ایتالیا. چجوری؟ 3 روز پیاده روی تو کوههای ترکیه، 2 روز توقف توی رقه، بعد با قایق بادیا میبرن جنوب ایتالیا. فقط یه مشکلی هست. به علت حضور گشت‌های ساحلی 2 کیلومتر آخر باید شنا کنی. یعنی راست فانوس دریایی رو میگی می جلو. هوا اگر خوب باشه خیلی ها رسیدن. رقه کجاست؟ پایتخت دولت خودخوانده اسلامی داعش. نه، اونجا که اصلا نه. اصلا اینطوری که فکر می‌کنی نیستا. تا زمانی که نفهمن ایرانی هیچ مشکلی باهات ندارن. قوانین خودشون دارن. بله دقیقاً. به نظرم همین کیس ازدواج بهتره. بله من فکر کنم کیس ازدواج برای شما بهتره. البته دکتر به خاطر حس مسئولیت و وظیفه شناسی همیشه همه کیس ها رو به عنوان مشاور مهاجرتی برای مشتری ها میگه که خودشون انتخاب کنن. چرا؟ چون رو راستی و صداقت با مشتری مهمترین چیز برای ما بوده. خب
باز شما فکراتو بکن. بله. از هر راهی بخوای بری من در خدمتم. میخوای با بابا مامانم یه مشورت. علیرضا است. هر حال صحبت سر آینده است. آره. چیکار داری اینجا؟ بابا این کامپیوتر خراب شده، باید درست کنم. این چروحت منو چرت می‌ما رو تو چه بازی میندازی؟ با ما رو قاطی بازی نکن. تو رو خودت بده. وایسا من لباس ما عوض کنم. در رو نکن. نه نه خیلی عادی بشین کارو تو بکن. بشین ریلکس. خلاص وکالت هم زده؟ مداری که تو تحبیل شد میگم شما تماس بگیرد. آره چه هست؟ آجاقا رفته؟ بله خداحافظی کردم. خدا از شما. قربان. خدا از شما. سلامت شهناز رفت؟ آره سلام آبا جان. سلام زهر ما. خدا لعنت کنه من. خب چکا کنیم؟ یکی از این فرمان‌ها که او قرار است امروز یا فردا پیش‌نویسان را امضا کند، ورود شهروندان بعضی کشورهای عمدتاً مسلمان به آمریکا را سخت‌تر و موقتاً متوقف می‌کند. منو چه میگه؟ من اینا رو میگه راست میگه. نه بابا فیگورای انتخاباتیشه. بعدش هم با این مکزیکی پکسیکای غیر قانونیه. اون ناصر و بچهای گاورمنت صحبت کرده. میگن ترامپ که هیچ، جورج واشنگتن هم قبلیات این گرین کارتو نمیتونه باطل کنه. بابا نکشین. سامون در واقع حالا ما گفتم بود دیگه. این چیه؟ این چیه؟ این اختراع خودمه برای آزمایش ادرار که به خاطر اعتیاد تو دبی گیر نیافتیم. الان دارم آبندیش میکنم یک لباسم نجس نشه. اونجا میره همینجوری. ببین میریزی توش. مایشو چیکار میکنی؟ کارش یه $10 میدی کارگر هتل ناشتا صبح بسط پرش میکنه با عشق. و اگه اون یارو عملی بود چی؟ وای اگه ما اینقدر بدبختیم که اون کارگر هتل چشم‌بادومی معتاد از آب در بیاد، تو بمیری با این شانس اینجا رو رد کنیم. تو آمریکا رفتیم زیر 18 چرخ. آقا من بلیط‌ها رو گرفتم. دوشنبه 9 شب دبی، از اون برم پنجشنبه 1 شب کلمبوس. سری ریزم همین دوشنبه؟ آره دیگه 20 روز که بیشتر مهلت ندارم. ای بابا کم منو چه؟ وای میستادیم مال ما هم در میمد، همه با هم میرفتیم. مال ما هم میاد، بذار اونا برن جارو باز کنن. ای بابا ما این همه داریم هزینه میکنیم، زن و بچه ثواب، ما ثواب، این چه جور سیستمیه؟ 20 سال 30 روز میخوای بری، دم رفتن پشیمون شدی. بیچاره بهترین موقع است که داریم میریم. آقا شک نکن سه ماه نشده 9000 تومان میاد رو دلار. آقا شما اصلا وضعیت خاورمیانه رو نمیبینیم اخبار داره میگه؟ بابا ناصر با بچهای گاورمنت صحبت کرده، میگه قراره کل خاورمیانه درگیر جنگ بشن. اصلا این ترامپ هماهنگی که بیاد خاورمیانه رو کارشو یه سره کنه رفت. اگه ترامپ که بی آبی است تو این مملکت، آقا جنگ آبها داره شروع میشه. آقا قربونت برم، چرا متوجه نیستی؟ الان بهترین موقع است که ما دریم نتیجه هرچی ریال داریم تبدیل به دلار کنیم بریم. والله راست میگم. چی بگم، خودم هم خسته شدم این بالا پایین شدن. خوبه من فکرم راستی پشیمون شدی. نه بابا اینقدر گوه رفتن خوردیم دیگه پشیمی نداره. از دردت چیه؟ هیچی بابا، اومدیم یه ذری بزنیم یه درد دلی بکنیم. میگم حالا دوشنبه اینا رو میفرستی یه فکری برای آجون کردی؟ دبی گیر میکنه ها، یه بس از یکی مشتری ما گرفتن دو سال کردنش تو زندان. Don't worry، راهش رو پیدا کردم. فکر جاساز اصلا نکنه ها. خیلی خوب باشه، اصلا گیریم از فرودگاه دبی رد شد، آمریکا چیکار میکنه؟ اصلا بره اونجا ترک کنه دیگه، زندگی سالم در بدن سالم. بابا چی این کثافت اعتیاد؟ بابا جون اقلا اون نون سنگک ها رو میذاشتی، انقدر حواس سنگک داره ناصرمون. آله جان اونجا فرودگاهش سگ داره، بوی این خشخشه به مشابش میخوره، همه زندگیتون رو میریزه به هم. اه؟ سبز خوشگوار گذاشتیم. آره بابا وزیر باید وقتی همه رو جاکی آره سبزی آره همه رو گذاشتیم. فقط یه سوال میگم، اونجا چیز ندارن؟ مربا؟ مربا که هست ولی خب بالنگ نیست. الهی بمیرم ناصرمون دلش بالنگ میخواد. این بچه نیما گوشت خوک نده یا؟ خوک کجا بود سیر بود؟ چگر خارجه به خوک؟ من که دیگه همه چیو بلد نیستم. جانم آقا جون باید بادی لنگویش کار بگید. ای نخواد این منو چه چی شد؟ میاد آقا جون زنگ زده منو میاد. این بچه صد تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره. این چی میشه؟ ببین من با تناب این تو چاه نمیرم ها. حل نمیرم. اصلا آمریکا رفتن چیه؟ نشستیم سر خونه و زندگیمون. سغرام اینجا تنهاست. تو با زن بچت برو، من بعد میام. نمیشه آقا جون، ویزای شما اومده. سیروس بینا چند پجون دست با دیگه. اومدم.
خدا بیامرزه. من ده روز در روزم شکمم کار نمیکنه. پدر من اون مال نعشگیه، دو ساعت خمار بمونی ده بار گلاب برود کار میکنه. بیا اینو بخور چاییم روش. به این بزرگی؟ آه گلون پایین نمیره؟ بزرگ نیست آقا چون اندازه یه حب قنده. بیا آقا چون راه دیگه ای نداریم که. من چرا خوب آب بندیش کرده روش نمی بانشه؟ آره بابا بیا آقا جون. آفرین بیا جاستین کیس این دوتا هم برو بالا خیال تخت تا امریکا. گرفتیم؟ خب قورتش بده اینو. چجوری قورتش بدم؟ اجلون پایین نمیره. بنش کن گور پدرش. گورت ببینی؟ الان اینو میبینی؟ آره. دیگه نمیبینی؟ میخوام ببینم الان کی به کار من کار داره. آقا جون کی به کار من کار داره یعنی چی؟ آقا چرا بحث میکنی؟ سیروس جان وقت نداریم که دیر شده باید بریم فرودگاه. بیا آقا جان. بیا بخور بریم. آگیرم اینو خوردم. آمریکا چیکار کنم؟ هی بابا رفتیم خونه اول. آقا جون ده بار راجع به این حرف زدیم. برسیم اونجا هماهنگ ناصر منقل آماده کرده. Don't worry. این تو شکمم پاره بشه من مردم. چرا بمیری آقا جون؟ بابا پاره هم میشه چیزی نمیشه که. فوقش یکم نشه‌تر میشی. سیروز من حساب کردم. تو این 50 سال آقا جون اندازه دو تا مواد مصرف کرده. الان تو رگات جای اون تریاکه. با این چیزی نمیشه که. حرف مفت نزن بدش به من. آفرین. میخواد تا قمیش میاد فقط. گوشه جانی. آقا جون توف کن آقا جون وای بیا آخ من منوچه جانم بر پدر نه چشم آی اینم همه هنگه بوس بوس دارم بینن کولومبوس زود خبرمه دعا کن من کارم اونجور شد بیم ایشالا مامان برو تو قربونه مامان چی میشد کتیا میذاشتی پیش من این بسته میشه به خدا مراقبشم تو رو که دارم میذارم اینجا ازم این خونه دیگه پاره ای تنم ازم نگیرین که باشه گریه نکن همون که بهت گفتم یادت نره و هر کاری هم داشتی به سی روز میگی به این منو چرا اعتماد نکن اصلا آدم داماد هم بشین بجامین این شد حاله بجامین دیگه او منو چه جاکی بود خب میذاشتی منم میامدم فرودگاه دیگه چی میشد اونجا تا خرتناخ پره بعدش هم خدافزی اونجا سختتر میشه یه نیما آقا برید بیر شد با امید خدا خدا بیا همین انجام میشه بابا نگران نباش بچه گرگ من بگو ببینم اونجا قراره چه کاری بکنی غذا بخورم غذا بخوری بخوابم مامان اذیت نکنی این ازمش مهمتره دلت هم برای من هم تنگ شد ای بوسه بده قربونت برم آی جون من بچه گرگ خوشگل من آقا جون چپا شدین آقا جون بشینین آقا جون من باید برم قربونتون برم بشین من باید برم دستشوی چی شد دستشوی دم منوچه کمکشون گفت سیرش چرا بایستدی منوچه رو چی کار داری سیرش کمک کن آقا جونمو باید برم دست شد من که خودتو برسون آره تو دستشوی آقا جون بنام کنی چی شده آه. اینو بگی ای بابا اینو من چیکارش کنم کوی منو چه بی پدر میاد الان اینو من چیکارش کنم هر کاری بخوام کلی بکن آخر عمرم افتادم زندان آمریکا سلام چی شده هیچ چیزی نمیخوام زندان آمریکا چه آمریکایی سیروس بری چی شده این چی مدال المپیک اینجوری گرفت دستت چی شده خودشو مسخره کرده مردی که به من میگه بذار تو جورابه من گفتم بکن تو جورابت مگه خودش نبود هی آقا جون بچه رو ترسیدی شما که شورته میزدی یک کلام بریم خونه بریم سیروس آقا جون یه لطف باشه آقا حله آقا جون
آقا اصلا با تو کاری ندارم، برو کنار. آقا چشم، آقا بابا سغرا منتظره. چشم، اصلا شما چرا ببری؟ من میدم کتی میبره. یعنی چی چطوری؟ بابا آقا جون رو میگردن، کتی رو که نمیگردن. الان واسهش یه تغذیه رایگان میدم، اونو جا میذارم تو این، بهبه میدم بخوره. الان هماهنگ کتی بابا خورد بده. خورد بده آقا جون، خورد بده. آقا برکلا. خیلی خوب، خیلی خوب. بزن بهش کن، بگو زندگیمونو بردن. بیا اینم ببر. منو چه داری چیکار میکنی؟ هیچی، اموالی آتشخاله رو میریزم بیرون. با کل وسایل خونه رو داری میدی بره؟ کجاش آتشخاله؟ کل وسایل خونه کدومه؟ دو تا تیر و تخته قراضه است میدم بره نوشو بگیرم. آقا جون بفهمه داستان میشه. نمیفهمی بابا، جک جونور خونه رو برداشته. ما هم که همگی داریم میریم، میخوای خونه رو ول کنی به امان خدا؟ رفتی دیوار اونور رو ببینی؟ نصفش ریخته. پامونو بذاری بیرون، زندگیمونو بردن، یه آبم روش. منو چه جین قربونت برم، من فقط تو رو نزاییدم. من میدونم این ادا اطفالات یعنی چی. میخوای خونه رو خالی کنی؟ معلوم نیست برنامه بعدی چیه. سیروس ما چرا اینقدر بدیم؟ خاندان ما چرا اینجوریه؟ هممون بدیم ها؟ بابا یکی هم میخواد یه کاری بکنه همه طلبکار و شاکین. برش کردون آقا، آقا بیا. نمیخواد آقا، کنسل شد. یعنی چی؟ چی؟ باید پول کارگره رو بدی؟ میدم آقا، میدم. چشم، کارم همین دادم میدم. حق مردم من دادم همیشه آقا. گردنم همون رازو کرده. هممون بدیم سیروس، والله بدیم. عمرمون رو گذاشتیم سر این خونه. برو من ببینم. باشه آقا، هر چی شو میگم. بعد ببر تو ماشین. بالاخره نفهمیدیم اینجا چند نفر حرف میزنن. ببریم یا بیاریم؟ یه مشکل خانوادگی بود، حل شد. ببرین آقا، ببرین. من جمع کنم بردارم. آقا، آقا من شما رو آوردم، من میگم برش گرد وسایلو. خیلی خوب بابا، من گفتم معذرت میخوام دیگه. آقا من کلا بردارم، سر خانواده میخوام کلا بذارم. بل کن آقا. برو. بس تایم میخوام. خیس نشه. آقا باشم همین. آقا. آقا. آقا دیگه خانواده چقدر بسوزن. خیلی خوب، من ازت معذرت میخوام دیگه. ببر آقا، ببر. ناصر بیشتر دوست دارم. خیلی خوب. حالا این هم از زودتر ببریم. بابا، بابا، مامان اینا رسیدن دوبه یا رسیدن. خدا رو شکر. خدا رو شکر. بیا دیگه آقا. دلم خیلی واسه مامان اینا تنگ شده. هر خونه خیلی ساکت شد. حاجم که بود، یه شور و حالی داشت اینجا. خودش که نیست خروس هم نمیخونه. نمیدونم خروس رو نکنه بمیره خماری بدبخت. بابا اصلا ما چرا داریم میریم آمریکا؟ چه میدونم بابا، چه جای بهتریه. یعنی اونجا بیشتر بهمون خوش میگذره؟ دایی که اینجوری میگه. اه مامان اینا، مامان سلام. مامان سلام، چرا هر چیز هایی میزنم جواب نمیده شما؟ آله چطه، چرا گریه میکنی؟ نیما چطوره؟ سیروز کتی رفت، کتی رفت. سیروز باورت میشه؟ کتی رفت؟ کجا رفت؟ چی شده؟ فوت شد. آخه کتی فوت شد سیروز. وای چرا؟ کتی رسیدیم اینجا دوبه، بد نبود حالش. آقا جون هم چقدر باش خوب شده، میرفت به سر میزن نازش میکرد. صرف دو دقیقه باورش میشه حالش به هم خورد. تفلکی این بودی برشم شکمش میگم که آقا جون حالش چطوره؟ حال ندار بود، یه خورده الان بهتر شده. بهتر آقا خودش رو پیداش کرده. چیا؟ الان شما کجا هستی؟ فرودگاه دیگه، یه ساعت دیگه پرواز میکنم. نگفتم کتیو نبر اما بیه نفا نیست. بگو داشتی میگفتی؟ شدم دیگه از الان، این همه کار، این همه چمدون. نیما اونجا خوابیده، نه اونو بدن کنم چمدون رو بدن. آقا جونم یه ساعت تو دستشوی نیست گرفته دوباره، چیکار کنم؟ از کتی هم نیستیم وزن. من تصدیت میگم، ایشالا که غم آخرت باشه. چی دارم میگم؟ اگر رسیدین اونجا حتما تماس بگیر. باشه؟ با اومد
آقا جو، نیما پاشو. نیما، خدا نیما. نه کتی جانم، کی باورش میشه تو بله کوچولو مرده؟ الو منو چه؟ بابا ده بار برات پیغام گذاشتم، وردار این گوشی تو. منو چه؟ منو چه؟ منو چه؟ سلام بابا جان. یه دقیقه بیا اینجا. خدا بیامرزه، غم آخرتون باشه. سلام. اینجا اومده اینجا که بپیر کنم یه مراسم کوچیک واسه کتی برگزار کنم. ده دقیقه استم اومده، چون اومده همش تو حیات. بابا میدونی دایی منو چه؟ میخواد نرسه برو بفرسته خونه سالمندان. چیکار کنه؟ زندایی ازم بهش گفته اگه نفرستیش خونه سالمندان من قرار میکنم بیام خونه خواهرم. بابا من با مامانینا تماس گرفتم و رسیدن آمریکا. الان خونه دایی ناصر هم حالشون هم خوبه. تماش بابا خوابیدن بیم نه یا همین الان بقیه خاموش کردی؟ چه این وقت شب؟ چه تو؟ برای چی میپیچونی؟ چه تلفن من جواب نمیدی؟ چی ها میپیچونم؟ گرفتار کارهای دفترم. دم رفتنی دارم کارهای مردم. من دفتر در زدم، چرا باز نکردی پس؟ به جان تو اصلا من امروز دفتر نرفته بودم که. شهناز هم من فرستادم رفت کیش، گفتم امیدیم آمریکا یه وقت ناراحت نشه. منو چه؟ الان میام با سیروس هم. کجایی؟ امید کتی مرد؟ ای بابا آخه، چرا؟ این تو نمیدونی. ولی خب پیرم شده بود دیگه. بابا مرگم بدون نایمد بود اینجا میپلکید. این اواخر هم دقت کردم اصلا چشمیشش هم دیگه نمیدید دیگه. ولی خدا بیامرز خب گربه خوبی بود. خدا شاهده خودم از زور ناراحتم. منوچهر ننه سغرا خط قرمز منه، من نمیذارم دست بهش بزنی، فهمیدی؟ نخواهی تو اصلا در جریان نیستی. بابا دیوونه کرده همه رو، مریضه، میفهمی؟ وسواس داره. وسواس خودش تا اون بدتره. برداشتم یه ظرفا رو ریخته تو وایتکس، یکی اگه میخورد مریض میشد بلای سرش میاد. چی جواب میشد؟ چیزی نمیشه، بلا سر هیچ کیم نمیاد. اینو سپردتش به من آجون، نه نمیذارم جایی ببریش. اوکی، پس فردا خودت اعظمو ببر خونه خواهرش، چون دیگه نمیمونه. سنگاشو وا کرده، ساکشم جمع کرده. وایسا ببینم چیه دوره؟ با گناه داره. بعد نسه گرین کارت واسش میگیره، میبریمش آمریکا پیش آقا جون. بچه تو کدوم گرین کارت؟ بزنه سیغه مگه اقامت میدن؟ بعد چرا بهش گفتی؟ چرا پیرزنه بدبخت امیدوار کردی؟ اگه میگفتم نمیدن آقا جون ول میکرد بره؟ من خودم اینو برای آقا جون پیدا کردم، بریم اونجا میگه دفعه مکزیکی پیدا میکنم براش. لزوم منطقی باش خواهشن. بابا ما هممون داریم میریم، یه پیرزن تنها نمیتونه توی خونه درندش بمونه. یه رو پیش دیدم دم اتاقش واسطه نمیره. میگم چرا؟ چون ترسیده. خب تو کس و کارشی، برو پیشش بخواب. نمیخوابی؟ مریم هم میره پیشش بخوابه. ولی اگر بره خونه سالمندان صد تا مثل خودشن، میگن میخندن. برای خودش سیروس جان. آقا جون بیا چی؟ آقا جونم با من برگشت چشم، میرم از خانه سالمندان میارم. حله سیروس جان، یه زحمت هم داشتم. من گفتم صبح گرفتارم، خودت میبریش خونه سالمندان. با تو رفیق تره، زبون تو رو بهتر میفهمه، گناه داره، روز آخری خاطره خوبی واسش بمونه. جان من. من سغرا، ایشالله گرین کارتت که اومد خودم میام سراغت. منو چرخان سر خروس حشمت علی خانو برید. چی؟ Thank you.
سلام آله، چطوری؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ سیروز آقا جونم رفت. آقا جونم مثل پرنده پر زد رفت. یعنی چی؟ کجا رفت؟ چه بلایی سرش اومد؟ هیچیش نبود که هیچیش نبود آقا جون من هیچیش نبود توی فرودگاه سگ نارجیب یه خوب پرید تو دل آقا جونم من بکنم زهرش هم شد دمم شد رفت به منو چرم بگو ما دیگه بابا نداریم حواست به منو چرم باشه که بچه خیلی بابست هست به آقا جونم حواست بهش باشه باشه تصدیت میگم باشه بهش بگم منوچه بابا در رو واکن همین الان دیدم دو نفر رفتن باید کار واجب دارم چه در رو مانه میکنیم شهرانه ببرشید یوشان دستشوی بودم بیام اساس کشی کردی منوچه الان میام توضیح میدم برای اوه بسته جوشان اونو دست دادم الان به هم میریزه تو رو خدا اینا رو جمع کردم دستت درد نکنه آره میخواستم بهت بگم وضعیت مالی یه ذره به هم ریخته اجاره اینجا هم واسم سنگین شده بود گفتم خالی کنم اگر خواستی اجاره بدی لنگ من دیگه نشی یه زنه ترکه پس اینجا بر نمیاد درد سر میشه واسش بعدم هرچی زودتر بره سراغ زندگیش بیشتر به نفعش تفلی جوانیش گذاشت پای ما دیگه فقط احساس دادی بودم پدر ما رو در آورده به برش رسی روشان تو هم به هم ریختم منو چه؟ بسی سیروز کارتون های وصله تو دست نخورده از اینجا منو چه؟ یه خبر بد دارد دارم چی شده؟ باز علیرضا یه گندی زده؟ آقا جون به رحمت خدا رفت بذارم؟ نه خوبه آقا باید خودمون رو جمع جور کنیم مدیریت کنیم گریه دیگه بسته فقط خیلی بد وقتی مرد میدونی چیه؟ چون احمل و اکل الان میبندن به ریشمون که بابا رو بردن و بر سرش رو کردن زیر آب به کسی که چیزی نگفتی تو چیو؟ چیو مرگ آقا جونو نه نگفتم نه خیلی خوب ناصر ناصر آفرین آفرین سلام دیدی سلام سر جان چطوری خوبی؟ دیدی چه خاکی به سرمون شد آره آره شنیدم خیلی متاسف شدم چه میشه کرد؟ دنیای بیرحمیه دیگه ناصر جان راستی علت مرگ آقا جون مشخص شد دیگه ها؟ والا تازه فرستادیمش پزشکی قانونی ولی دکترش میگه پرواز طولانی و جتلگ و اینا علتش صد درصد همین بفرما ببین فقط من میگم ناصر جان جاست این کیس چون آقا جون تازه رسیده بود اونجا اگر سلامی دونی یکم صبر کنین بعد از اومدن ما خبر اعلام کنیم جماعت فامیلو میشناسی دیگه هر طور صلاح هر جور خودت میدونی اینجوری از مراسم و خرج اضافی اونجا هم راحت میشه آره بهتره بهتره فقط شما میتونید جنازه رو تا موقع نگه دارین دیگه من اون
جان بابا اینجا هزینه سردخونه خیلی بالاست. میدونی که اینجا میوه فصلی کمه. اینا ترجیح میدن سردخونهاشونو با میوه پر کنن. همین الان اومدیم اینجا واسه هزینه کفن و دفن، یارو میگه $3000 قبل. مگه اینکه آقا جونو بدیم کریمیشن. کریمیشن دیگه چیه؟ می نمرده. جنازه رو میسوزونن خاکسترش نگه میداریم تا شما بیان. سلام. آره جان سلام. ببین ناصر جان واسه هر چی خودت سلام میدونی دیگه. فقط منوچهر جان این پول هنوز نیومده به حساب منو. داداش شاسی بنده خدا سیروس اومد خبر به من داد. اینجاست تسلیت میگه. سلام ناصر جان. تسلیت میگم ان شاء الله قوام آخرت باشه. ممنونم سیروس جون. پس ما کارای آقا جون رو میکنیم در تماسیم. باشه قربونت برم. نگهدارت. خدا. خیلی خوبه اونها. اینجوری خیالش راحت‌تر شد. می‌دونی الان ما فهمیدم که از خماری نمورده. میگم ولی خدا بیامرز خوب زندگی کرده. این مجیدمون که سر هزار رفت آقام 57 سالش بود. یعنی اگه روش میشد هنن سغران بچه رو بیشرف کتی مرد بیشتر گریه کردی. سیروز قیافه اون اینجوری نبی. من تو آتیشم سیروس به رو خودم نمیارم. غم پدر خیلی سخته. خیلی بدبختی ما میدونی چیه؟ ما ها آدم های درونگرایی میریزیم تو خودم. سلام عشقم کجایی تو؟ اون دفتر منتظر تو دیگه. به اومده بیرون؟ باشه قول بودم بیا. سیوسون بیبی. کاری نداری من برم؟ چرا کجا؟ با این حال روحی که داری بهتره من برم. مهمونم که داری سیرمونی هم که نداری. نه جهان سیروس بابا یه موکل قدیمی بود. حالا تا بیا طول میکشه. بابا تو جریان آقا جون گفتی اصلا به هم ریختن. من کار واجب دارم بیا. نمیام. بابا بیا میگم یه کار واجب دارم قربونت برم. بیا بشین من یه چای بریزم. آخه نمیدونی داستان چیه. بشین یه دقیقه تو. عجب دنیایی شده سیروس عجب. نامردا نامرد. اوضاع خراب شده. ما باید قدر همدیگه رو بیشتر بدونیم. من الان باورم نمیشه آقا جون رفت. دیگه با اون پیژامه نمیاد بشینه پای منقل. آقا جون رفت. مامان ملوک رفت. سیروس من یتیم شدم. خدا یتیم. خیلی خوب چی میخواستی بگی؟ اونه بگو. سیروس خودت میدونی از ناصر برام عزیزتری. من واسه هر کسی زرنگوزی در بیارم واسه خانوادم جونمو میدم. خط قرمز من شماهایی سیروس. یعنی چی؟ ببین یه ساعت پیش یه ایمیل اومد از سفارت امریکا واسه من. خب خدا رو کردم. پلیس چی کار داره اینجا؟ پاپوش برام درست کردن. آقا نمیدونم اینجا رخ کجا پیدا کرد. پاشو بریم. پاشو بیا. بیا سیروز بیا. سیما دیگه از هر طرف سرمون میاد. مشتریه گیرین کارت ها؟ نه بابا فکر کنم شاکی های دفتر قبلی هم. من چه پای من گیر نباشه؟ نه بابا فقط فعلا اینجا نباش. بیا. بیا دنبالم بیا. آستان شد. بیا بابا باشه بابا. چی می‌خواستی بگی؟ محمد میگم الان وایسا ببینم چی می‌خواستی بگی؟ اینجا آخه هره همینجا بگو صاحب ماما یه ساعت پیش یه ایمیل از سفارت امریکا اومد. خدا شکر ویزای مریم شما و منو بچه‌هامو اپروو کردن. اسمن چی؟ اوکی مال تو هم میاد. یعنی چی؟ منو چه؟ یاد میگم میگم مال من چی شد؟ یا منو
سیا میکنی منو چه؟ تو 20 سال پیش اصلا فرم من پر نکردی، بعدش شهناز و ننه سهراب نوبت منه؟ به ارواح خاک بابام خودم میگذرم پایینا، مثل بی سواد حرف نزن. مخرف نگو، من اونی چه کلکی تو کارته؟ چه کلکی بابا؟ من فایل نامه شیر اینجا هست، تو چه؟ من از اونا سردر نمیارم، ریدی به زندگی من، زن بچه همون بر خودم این بر. من چی میگم؟ میگم به جان دل رو با یه هفته دیگه اونجایی. بابا من دایی بچه دم دارم مریم رو میبرم اونجا، تو هیچ وقت خط قرمز من نفهمیدی. من دیگه خرابش نکن، تو رو خدا خرابش نکن. بیا بیا. کجا میری؟ خونه مردمه. سلام بابا. سلام علیکم. سلام باشین. اول شما سلام بخوام از محترم برسونید. هنوز اینجا هنوز اینجا. ببین من شب نمیام خطری، میرم هتل جایی، بعد اولین وقتی که بازشون بلیط گرفتم از دبی بچه رو برده بیا فرودگاه. منو چه جون مادر نکنه این ویزای من نیاد. اما هنگه یه بار به من اعتماد کن. ماشین تو چیکار میخوای بکنی؟ صبح فروختم. داری چه غلطی میکنی؟ وایسا سر جا. چی اینا؟ این مال من نیست آقا بابا جان. قرارداد فروش خونه؟ امضای حاله را کجا بودی؟ این همه چی سند جمع میکنی؟ آره میدونی بابت جعل سند حداقل با 10 سال بری زندان؟ بذارم دهنت رو خورد کنم. دو خوردم بابا جان، ببخشین تو رو. نگو بابا جان، بی همه چیز تو با آبروی دختر من بازی کردی. خدا همش تقصیر آقا منوچهر بود. که چی؟ که برای سند جعل کنی؟ آره آقا، آره من اومدم اینجا گفتم میخوام برم امریکا، بعد برگشت بهم گفتش من میدونم کار و بارت تو چیه، من گرین کارت آمریکا رو برات ردیف کنم، تو هم یه سری کار و بارای منو راستوریز کن. وقت تو هم با دختر من اینجوری بازی میکنی با احساساتش بی همه چیز. آره منو چه؟ کجایی؟ آره رفتن. میگم کجایی؟ کدوم هتل؟ من برای فردا ده شب بلیط گرفتم. رأس 8 شب بچه‌ها رو بیاری فرودگاه بی‌زحمت. باشه. خوبی؟ پلیس دنبالمونه؟ سیروس. خای تو سر. لون دادی. با تو هم سیروس میگم چی شده؟ خب حالا مثل بچه آدم همه چیو تعریف کن. چیو؟ همه چیو. بی خیال بابا، تو این گرفتاری عوض حمایتته؟ توهم زدی انگارا. برو سیروس برو. علیرضا. سلام آقا منوچهر. بابا جان همه چیو میدونه. منظورت از همه چی چیه؟ همه چه دیگر دیدی بی اوزه احمق بیشو با تو دل نهی کردی. عریضه بار پایین، عریضه بار پایین. داره چه گفته تو شور نفهم گم شو پایین. باقا تو هم داشتی. ببین کلی مدرک و سند اون پشت هست، من ببرم اونجا رو کنم حداقل 10 سال تو زندانی، فهمیدی؟ سیروس من منو جرم این عده ها رو دیگه در نیار. ته خط اینجا آقا منو چه ته خط.
خدا من تو رو نمیخواستم به پیش رو بزنم. 30 میلیارد چی شد؟ کدوم 30 میلیارد؟ پول فروش خونه. تو حساب همه. قصه آخرش هم موقع تحویله. اوکی. پس فردا سهم حالا رو میریزی به حساب من. فهمیدی؟ وای سکوت میکنی. چی میگی؟ تو فکر میکنی من الاغم یا اثر جالیز اومدم؟ بسیار خوب باشه. پس من این مدارک رو برمیدارم میبرم میدم به پلیس، بعدم میرم شهنازو که فرستادی دنبال نخودسی ها ورش میدارم میارم پیش اعظم، اون چرا که نباید بگه بگه، حالم که خودت میدونی. او ناصر یادم رفت. بابا ناصر نکن دیگه این وسط. ناصر گوه خورده، خودش یه پای ماجراست. تو فکر کردی واسه چی کار گیرین کارتار دوباره انداخت؟ من ناصرم هم دسته. 20 سال پیش تو چشمم چشمی خاله خانجون کلی پول یامفت از مامان مولوک گرفت که کار گرین کارتا رو درست کنه. دو تا فرم الکی پر کرد انداخت یه گوشه تا مامان مولوک فوت کرد. بعدم سر قضیه خونه باغ دیدم آقا جون هیچ رقمه زیر بار فروشش نمیره، دوباره ناصر رو راضیش کردم، گفتم آقا بیا کار گرین کارتا رو بنداز که به هوای این خانواده و آقا جون رو بفرستم اونجا، من اینجا کارا رو راستوریز کنم. چرا؟ چون نیما و مریم اولویت من بود. 30 روز از بچگی همه گوها رو اون میخورد، من باید تهونش رو پس میدادم. حالا هم که 4 تا گرین کارت پیزوری جور کرده میگه چی؟ پول نصف خونه باقو من میخوام. تو چه حساب آخه؟ سیروس تو خودت میدونی حال واسه من چقدر مهمه. سیروس به خدا خط قرمز من شما هایین. پس فردا یا پول حالا رو میریزی به حساب من یا اینکه چی؟ فوقش میدم زندان دیگه. سرکار تو چی فکر کردی؟ 20 سال زحمت کشتم برای یه شبه بدم به تو؟ آقا میخوام اقرارنامه پر کنم، کجا باید برم؟ باید بری داخل. الان میام خدمتتون. میرم. برو دیگه. چه نمیری؟ پس حل دیگه. فردا پول میریزی به حساب من. منم شب بچه رو میارم فرودگاه. تمومه؟ خیلی خوب آقا، خیلی خوب. بریم آقا. علیرضا بیا بشین. واقعا این مردکر خوب شناخته بودی. اینو منه، بده من ببینم، یه دونه نمی دیگه نمی کنه یه چی؟ سلام، ببخشید. اینجا ما دیر برسیم، بابا کاره یه بند خدا گیر بود، رفتم شهرستان انجام بدم که مدیونش داشتم یه وقت. بریم بیا بریم بابا، این قربونت برم. من میشه نیاد بدرقه من، حتی یه بلای سرش اومده. یه چی توفه ای هم نبود قربونش برم. آی جون من، خدا نگهداره، خدا حافظ. یه صد بار خدا بزی. آخه رفتم اینا وسایل میارم، یا دارم میگم قراردادشون تموم شده نمیتونن صرف کنن. بچه کوچیک دارم بعد دفتر خونه رو خالی کن بهشون بده، پولو بگرفتی دیگه، نظر تو حساب میمونی بزنی به تبدیل کن به دلار. چه دنبال کار ویزای من بری؟ یا من طالب دیرو گفتم تو خط قرمز من نازم خود تمام کن. بگو میان دنبالش. بابا اون تلفن رو برده دیگه. بابا از دنیزا خبرشو به من بگو. باشه برو. سلام، چطوری سیرس؟ خوبی؟ بدم. مریم هم راهی کردم رفت. آقا اینقدر دلش شور نزن، به زودی زودم قول میدم اینجا همه دارم جمع میشه. روسری تو درست کن. سیرس کی اینجاست؟ 4 تا بچه هم اینو نکن دیگه. بیا خوبه؟ سیرس ما دیروز آقا جوری سیزوری نصف خاک سرش رو بردیم پخش کردیم تو ای بابا، نصف دیگه شو چیکار کردین؟ ناصرمون گفت نگه داریم، بعد شما که اومدیم با آقا جونم خدافظی کنیم. بابا بنده خدا رو برای چی تیکه تیکه کردین؟ همه چی با هم ریختین تو اقیانوس دیگه. اوکی رایت ناو. به من اصلا تو تایم اداری اصلا اجازه ندارم با تلفن بزنم. خب بگم اگه رفتی سر کار مثلا دیگه کیندرگاردن دیگه. خب بعد الان چیزم کلینرم. خب مثلا این برگا رو ببینید، مثلا من باید اینا رو با این جمع کنم. شت 20 سال اینجا دهن ما رو سرویس کردی، دست به سیاه سفید نزدی، رفتی اونجا نظافت چی شدی؟ داد نکش، اینجا اصلا اینجوری نیست که همه دارن کار میکنن. و چی میگفت این ناصر؟ زرزر میکرد، میگفتش اونجا مزرعه دارم و 50 تا گاوچرو زیر دستم کار میکنن. نه مزرعه داره، یعنی مثلا 5 گاوچرو خیلی اینجا کار میکنه. آره بس اونجا مال خودش نیست. نه مال ناصر نیست، مال یکی از دوستای ناصر، یه آقای آمریکاییه، خیلی هم ناصر رو دوست داره. خب ناصر خیلی شغل خوبی داره اونجا، یعنی مثلا استبل و اینا خریداش همه دست ناصر، آشپزونه اینا. داستان شد اینجوری که میگی ما خیلی نمیتونیم اونجا بمونیم. اصلا نگران نباش سیروز، قد خرش میره ناصر. اوکی سوری من برم سیروز، من رفتم. حاله
ای چور روحت، ای چور روحت، منو چهر ما رو بدبخت کردی. میگم منوچ کو منو بلاک کرده. یعنی چی کارا؟ چی کار داری میکنی تو؟ داری اسباب کشی؟ باورم نمیشه چقدر همه تو پیش شرفی نیشان خدا ازت بگذاری که با آبروی دختر مردم بازی میکنی. پیش شرف آروم باش، من به تو آبروزی نکنه. درک بذار آبروی تو بذار بذار همه بفهمه چقدر شما کثیفی. بیا تو ماشین من دست هم ببند، من تو ماشین گلدو نمیام. خجالت نمیکشی؟ زن دیگه هفته از گذشته رفته. چی میگی تو؟ با من نیست که، با یکی دیگه هست. نخیر، همشون این همشون کثیفن. منو بلاک میکنه، یه کاری میکنم مرغای آسمون بغلش. کجا داری میری تو؟ کجا داری مگه؟ من میذارم بری تکلیف من رو روشن کن. تکلیف ببین، من یه کاری میکنم بدبختتون میکنم، آبروتون رو میبرم. اینجوری نمیرم. حالا ببین چیکار داری میکنی عزیزم؟ خانم کمکش میبریمش، برسا حالش بده. خجالت بکش، برش دوارش بیمارستان دیگه. چی میگی شما؟ شدی کلانتر محله؟ چی نمیگم؟ سیروس خیلی کسافتی، خیلی آشغالی. ای بابا به من چه؟ به تو چه؟ برای چی به من نگفتی که میخواد بره؟ میگم مردی که چرا اصرار داره من برم کیش؟ شانس به خودم، منم نمیدونستم. خیلی آشغالی واقعا. سر من کلا گذاشته. ای بابا من میکشمش، میرم اونجا پیداش میکنم میکشمش. قرار بود منم با خودش ببره. برمیگرده بابا، دنبالش بودم، میخواستم بگیرنش. یکی دو ما دیگه برمیگرده. لابد به خاطر اعظم این کارو کرده. اعظم این آخره حساس شده بود. اعظم کسافت لیاقت تمونه منوچهر. چیش از من بهتر بود زنی که این کیج تازه به دوران رسیده؟ واقعا گفت برمیگرده؟ آره به جونش هست، گفت برمیگرده. واقعا؟ آره تو فرودگاه گفت. خیلی خوب نگردم، من میخوام پیاده شم. نه بابا بریم بیمارستان. ای بابا نگردم بیمارستان، نمیخوام، میخوام پیاده شم. بابا همه همسایه منو دیدن، فردا برای من داستان درست میکنی. بابا هیچی نبود، اونا قرص نعنا بود، نگهدار. یعنی چی؟ یعنی قرص نعنا بود. عجب آدم بیشوری هستی، من سکته دادی. ببین الان... گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. سیروس به منو چه میگه؟ اگه تا یه ماه دیگه اومد دنبال من که هیچی، اگر نیومد یه بلایی به سرش میارم که اون سرش ناپیدا. خودش میدونه من چه جوریم. فقط کافیه دو تا از عکسامونو بفرستم واسه عزم. بهش میگی ها؟ خیلی خوب، برو خداحافظ. واقعا که برازنده همین بیشور نفهم. سلام آقا سیروس. یه دقیقه آقا سیروس، میخوام برم سر کار. الو منوچه. سلام سیروس. چی شده؟ مردی که گاوچه رو بالاخره کار خودشو کرد. ویزات و پاسپورتمون خورده ولی سوارمون نمیکنن. مسخره است واقعا. یعنی چی میتونن؟ فعلا که تونسته. خر تو خر بابا اینجا. بابا الان یکی اعتراض کرد، داده میداد کرد، شورت ها برش داشتن بردن. کسی به کسی نیست که اینجا. خب چی میشه؟ ناصر با دوستاش تو گاورمنت صحبت کرده، میگه فعلا هیچ کاری نمیشه کرد. تمام ویزای توریستی و مهاجرتی 6 تا کشور رو لغو کردن. ما خودمون الان نگاه کن 14 ساعت تو این فرودگاه آواره ایم. میگن تو کل دنیا 4000 نفر همینجوری اسیرن تو فرودگاه. ای بابا. الو حاله؟ سیروس حرف زدی با منوچه؟ آره هنو فرودگاه. گاه خورده بابا درست میشه. 20 سال سر کاریم، الان هم یه جور دیگه سر کاریم. چته تو؟ من میگم اصلا تا یه ماه دیگه اینا هممون همینجا داره هم جمع میشیم. خب اتفاقا رفتم چند تا اتاق دیدم، خیلی هم خوب بود با ناصر. بعد عکس گرفتم حالا برات میفرستم. حاله من نمیخوام بیام. چی نمیام؟ میگم من آمریکا بیا نیستم. چرا روی سگ منو بالا میاری؟ و من مسخره تو هم پدرم داره در میاد اینجا. بعد نمیام نمیام. اصلا برو خبرارو بخون ببین تو شهردی اونجا چه خبره.
ببین هر بدبختی هم که سر اون بیاد من نمیخوام بیام. داری با لیفترا کار میکنی؟ چیه؟ از کلینری که خیلی بهتره دائم بود گرد تو دماغت. خدافظ. لیفترا علی رضا میخوای بری سر کار؟ سلام بابا جان. سلام. بیا چرا بایستادی؟ بپوش. مریم زنگ زد نذاشتم برن امریکا، فردا بر میگردن. خدا شکر. آقای منفرد آقا کجا؟ صبر کنید آقا، سلام. سلام. من هنوز برسم شروع کنید. بفرمایید. تشریف بیارید. آقا بپا. سیروتینا اینجا رو می‌خواد. چیزی نیست، چیزی نیست. سوء تفاهم مثل همیشه. سوء تفاهم چیه؟ حالا دیگه واسه من آدمیزادم حکم درختو داره. از ریشه که در میاریش خشکم نشه دیگه اون درخت قبلی نمیشه. بعد 20 سال حس میکنم قصه ای از ریشه کندن و رفتن خطرناکتر از موندن و جنگیدن. 20 سال به بهونه رفتن همه کارامو نیمه تمام گذاشتم. موقع رفتن که شد همون کارای نیمه تمام شد دلیل نرفتنم. توی بحران دنیا اومدیم و توی بحران زندگی کردیم. تموم عمرمون دنبال یه راه فرار بودیم، دنبال یه جای بهتر. دوری برامون جدایی آورد و خانواده برامون شد تصویرای توی موبایل. نیما دور از من بزرگ شد و مریم دور از خاله عروسی کرد. آخرش یه قصه نیمه تموم موند و دوری و تنهایی. مامان جون نمیدونم دیگه، دارم سعیمو میکنم که بشه بیام، ولی خودت که میدونی دیگه نزدیک سیتیزنیه، من اصلا نمیدونم بعد چیکار کنم. بابا جون پاشو بیا، مگه دختر آدم چند دفعه عروسی میکنه؟ خراب شه این مملکت، الان که پول داریم دیگه دیوونه. پاشو بیا. الان من صداش در ندارم، کارم انجام بدم. ماما ما شما تو فوت کن بردار. خب ما مثلا به جای تو بریم. خدا خدا خدا.
یه خونه ای هست که صابخونش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همشون مسافرن، چمدوناشون رو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشونو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار آجرو که کشیدن، کبوترا که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، اوضا که خوب خوب شد همه جا بزن و بکوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبرت که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیز تو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ